پاسدار جعفری سرکرده کل سپاه پاسداران به دخالت‌های تروریستی در کشورهای منطقه اعتراف کرد و گفت امروز هسته‌های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه ایجاد شده و در دیگر کشورها نیز حلقه‌های کوچک مقاومت شکل گرفته و در آینده نزدیک تأثیرگذاری آنها را می‌بینیم. وی که بر سر قبر خمینی ضد بشر برای مزدوران بسیجی سخنرانی می‌کرد افزود مثل حزب الله لبنان و لشکر هشت الشعبی عراق در یمن و دیگر کشورها نیز تجربیات انتقال یافته است. وی همچنین گفت در تهران بیش از 10 گردان فاتحین سازماندهی شده که حضور گسترده در عملیات‌های مختلف اطراف حلب و سوریه داشتید که بسیار این نقش تعیین کننده و اساسی بود و این نبود مگر حضور گسترده نیروهای مردمی ایرانی و غیر ایرانی در اون جبهه ها و البته حضور تعیین کننده فرماندهان و مدیران و انتقال تجربیات گرانبهای دفاع مقدس به اون عرصه ها